از قتل عام 67 31 سال میگذره، اما هنوز هم مثل واژه ممنوعه ایه که بخش های زیادی از اون ناگفته مونده. جنبش دادخواهی فرصتی رو ایجاد کرده که ابعاد بیشتری از این جنایت روشن بشه. بخشی از این کارزار هم در توییتر جریان داره. کاربر با یادآوری قتل عام 67 نوشته: کشتار 67 کشتار انسانها و انسانیت بود. وقتی ساک زندانی را به خانه اش می دادند، وقتی پول گلوله ها را می ستاندند، وقتی که می گفتند بیایید ملاقات و بعد خبر اعدام می دادند. کاربر دیگری هم خاطره یادآوری کرده و نوشته: اون روز دلگیر و ابری پاییز 67 رو محاله که یادم بره، وقتی که پدرم با چشمهای اشکبار اما پرغرور جلوی خونه قدیمیمون فریاد کشید همشون آزاد شدن، جاری شدن و به دریا رسیدن. کاربر دیگه مصاحبه اخیر آخوند جنایتکار پور محمدی یادآوری کرده و نوشته: اعتراف صریح پور محمدی جنایتکار از هیئت مرگ قتل عام 67 به نقش مجاهدین در شکست‌های رژیم در طول 40 سال. 40 سال است که اینها را با منطق و دادگاه و عدالت و قانون کاری نیست و تنها به زبان دشنه و دار و شلاق و تیرباران سخن میگویند. در سالگرد قتل عام این هم سند خوبی برای اثبات آن جنایت. کاربر دیگه هم این جنایت رو و بیتوجهی به پیامدهای اون رو دامن زدن به جنایت‌های بیشتر توصیف کرده و نوشته: این توهین به حقوق بشر میدان دادن به افراطی‌گری و بنیادگرایی است. وزیر پا گذاشتن عدالت و دموکراسی نه تنها در ایران بلکه در سراسر منطقه و تمامی جهان است. قتل عام 67 زندانیان سیاسی بزرگترین قتل عام زندانیان بعد از جنگ جهانی دوم است. اما جدا از تعداد اعدام‌ها و ابعاد این فاجعه، بخشی از جنایت هم بعد از شهادت هاست، یعنی دفن در گورهای جمعی و بینامونشان. کاربر نوشته: ایرانیان پنجشنبه و جمعه آخر سال به مزار عزیزانشان می روند تا سال را در کنار آنها به پایان برند. هزاران مادر در سراسر ایران هنوز نمی دانند مزار عزیزانشان کجاست. خاوران مزار جمعی صدها زندانی سیاسی است که به شکل مخفیانه اعدام شدند. کاربر دیگه هم تخریب گورهای جمعی توسط رژیم رو یادآوری کرده و نوشته: یک سال پیش در چنین روزهایی گورهای جمعی زندانیان سیاسی در اهواز به طور کامل تخریب شد. و در توییت دیگری شعری خطاب به خاوران نوشته شده: خاوران، وقتی که شب هنگام شهاب روشنی را در آسمان دیدی، از یاد مبر شعله های سرکشی را که در شبهای سرد اوین خاموش گشتند تا که بامدادان سر زند ستاره ای. بخشی از توییت ها هم به یادآوری شهدای این قتل عام و پایداری های اونها اختصاص داره. در یکی از توییت ها دستنوشته شهید ملیح اقوامی منتشر شده و نوشته: اسطوره یعنی ملیح و هزاران سرو قامت خونین چون ملیح. آخرین دستنوشته ملیح قوامی قبل از اعدام سال 67. تفکری که به ملیح آموخت که در برابر جلاد نبگوید و سر بدار شود هرگز از بین نخواهد رفت، بلکه خیابان ها و شهرهای ایران را روزی غرق در بانگ مسلسل ها خواهد کرد. کاربر دیگه دو مجاهد شهید رو یادآوری کرده، سهیلا و مهری رحیمی، و گفته که هر دو به مدتی حبس محکوم شده بودند و مهری باید آزاد میشد. 4 سال بعد هم هوشنگ محمد رحیمی برادر سهیلا و مهری بعد از 10 سال حبس از زندان آزاد شده بود و توسط پاسداران سر به نیست شد. و کاربر دیگه ضمن انتشار عکس معروفی که از گورهای جمعی در خاوران منتشر شده نوشته: این عکس دردناک رو حتما بارها دیده اید، عکس گور جمعی که سر و پای دو مجاهد در اون پیداست. اون مجاهد قهرمان یوسف هیبودی است که وقتی برای اولین بار این عکس در نشریه مجاهد چاپ شد، خانواده یوسف فرزندشون رو شناختن و در نامه‌ای برای نشریه مجاهد اون رو معرفی کردن. یادش گرامی. اما جنایت علیه بشریت پرونده‌ای هست که بسته نمیشه تا وقتی که با عدالت پاسخ بگیره و جانیان اون در برابر عدالت قرار بگیرن، و این پرونده هنوز هم باز هست. بخشی از توییت ها هم به دادخواهی خون شهدا اختصاص داره. کاربر نوشته: با هر عقیده و مذهبی که داریم باید این جنایتکاران را پای میز محاکمه بکشانیم. تابستان 67، تابستانی که پیراهنش قرمز بود و قرمز.
و در توییت دیگه اومده عدالت‌جویی یک خصلت متعالی است و بایستنی است که متاسفانه جامعه جهانی هنوز با عدالت‌جویان ایران برای به دادگاه کشاندن و محاکمه سرانه رژیم در ارتباط با قتل عام 67 همراهی نکرده ولی اکیداً از آن انتظار می‌رود. کاربر دیگه هم در رابطه با ابراهیم رئیسی نوشته که جزو هیئت مرگ بوده و الان هم در منصب هست و گفته که رئیسی خودش دادستان و عضو هیئت مرگ در سال 67 بود و حکم اعدام خیلی از زندانی‌های سیاسی رو صادر کرده. مردم ایران خواستار این هستند که خامنه‌ای و دیگر سران رژیم آخوندی مسئولان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی باید محاکمه بشن. و کاربر دیگه هم با یادآوری جمله‌ای از مونیکا آرتل نوشته که اون دوستی بود که تا آخر دوست مان و انتقام گرفت و جمله نمیبخشیم و نفراموش میکنیم از او بود. ما هم نمیبخشیم و نفراموش میکنیم قتل عام 67، خاوران، دهه 60، قیام 78، قیام 88، قیام 96، کهریزک، ندا، ریحانه، ترانه، سبا و رامین حسین پناهی رو. و کاربر دیگه هم به ادامه این راه تاکید کرده و گفته که بله ما این راه رو ادامه میدیم. جنبش دادخواهی تجلی شبانه های سنگین مادران ایران زمین در سوگ گهواره های عشقشان است. عشقی که از خانه ها به در آمده و التهاب یک وطن گشته. بله بدون شک خون شهدای قتل عام 67 درخت آزادی رو آبیاری کرده و خونی هست که در رگ جوان های غیور ایران زمین هم جریان داره تا به قله خودش یعنی آزادی برسه، انگیزه قیام و شورش هست و به زودی هم به ثمر خواهد رسید. ممنون از همراهی شما و تا دیدار دیگه. خدا نگهدار همگی.